مسئله که در حال حاضر ما داریم، یعنی اپوزیسیون برون مرزی که اینا هنوز به اون اتحاد فراحزبی، فرامذهبی، اقلیتی و غیره هنوز نرسیدن که بتونن در کنار همدیگه بر مبنای منافع ملی عمل بکنن. و افرادی هم که شما ببینید با یک اجندای آماده میان برای منظور، بر اون اطمینان و عدم اعتماد هنوز در بین اینها یافت میشه. یعنی آیا ریپریزنتیتیو ما و نماینده ما چه افرادی هستن؟ نظر من بر اینه که ما که در برون مرزی هستیم، با وجودی که آشنایی داریم، یعنی به عنوان 8 میلیونی که خارج از کشور هستیم، با آنچه که از نظر اومانیسم و کثرت‌گرایی و نمیدونم لیبرالیسم و دموکراسی و غیره، برای من اینا حرفه. دقت میکنه یک کانسپت هایی هستش، تا وقتی که این شالوده در اون ظروف، در اون از طریق ابزاری که به مردم ایران یعنی تحمیل نشه برای که خودشون انتخاب بکنن، یک حرفای خیلی جالبی هستش که همه حرفو میزنن، ولی یه گروه میگن دموکراسی، منظور از دموکراسی مردم سالاری، طرف دیگه میگن نه دموکراسی اسلامی که ما هم میتونیم، ولی نمیان تعریف بکنن آزادی رو، نمیان تعریف بکنن کرامت انسانی رو، نمیان تعریف بکنن که کثرت‌گرایی آیا در اسلام یافته میشه نه. از طرف دیگه گروه دیگه رو که شما میبینید، اینها سعی بر این دارن که به هر حال اسلام رو کنار بزنن. وقتی میگن اسلام رو کنار بزنن، شما نمیتونید، حالا هر چقدر بگیم که یعنی اسلام رو نمیخوام اصطلاحات بدی به کار ببرم، ولی اسلام رو رد کردم، بگیم یه جوری بگیم که اسلام رو رد کردم، جوون ها حاضر نیستن و اون آزادی که دنبالش هستن آزادی هستش که بدون حد و مرزم نمیتونه باشه، برای که این آزادی بیان و قلم و نمیدونم آزادی عقیدتی و تشکل احزاب و غیره همه باید در یک چارچوب قانون اساسی تعیین بشه. حالا وقتی که من میام میگم اوکی، نوشتاری که درباره این موضوع هست اینه که گروه یا تشکلی یا حزبی که به قدرت میرسه از طریق مجلس مؤسسان بعد از گذار از اسلام به دموکراسی، اینا سعی برای این خواهند داشت برای تثبیت به هر حال منافعشون، منافع حزبیه، بگیم سندیکاهای کارگری، سعی برای این برای رهبای کارگری به هر حال در منافع آن شرکت ها و اون کارخونه ها اینها سهیم باشن. از طرف دیگه سرمایه داران که الان 70% و سپاه در یعنی که در دست داره، از نظر سرمایه ملی و درآمد ملی از طریق خصوصی سازی که اینها انجام دادن و تخصیصی که کردن اون منافع ملی، درآمد ملی رو، اون به مردم نمیرسه. حالا در این گذار وقتی که من و شما نمیتونیم در کنار همدیگه بنشینیم و صحبت کنیم، اون فرهنگ گفتمان رو ایجاد بکنیم، یک مجلس مؤسسان برون مرزی ایجاد بکنیم، یک کنگره و یک سنای برون مرزی هنوز نتونستیم ایجاد بکنیم، اپوزیسیون هر آنچه باشه همه خواهان دموکراسی هستن و نمیان تعریفی از دموکراسی بکنن، فکر میکنن دموکراسیه که در غرب هست دموکراسیه. ممکنه دموکراسی نباشه. کی گفته دموکراسی که در غرب هست اون دموکراسی که میتونه نظارگر باشه، اون دموکراسیه که میتونه بخوره به آنچه که در ایران هست. در کشورهای عربی بعد از بهار عربی هم ما موفق نشدیم اون رو ببینیم که اینا دموکراسی هم به هر حال بیشتر به طرف اخوان المسلمین و اسلامگرایی رفتن، برای اینکه در فرهنگ اون نهادینه شده هست. حالا میگن نه آقا جوانای ایرانی نمیخوان، نه اصولگرا میخوان، از شعارا میبینی نه اصولگرا میخوان، نه نمیدونم اصلاح طلب میخوان، نه دولت اعتدال میخوان، اینها آزادی میخوان و این آزادی هم تعریف برای خودش باید داشته باشه. در این
در آنچه که در قانون اساسی ما صحبتش میکنیم، باید ببینیم اوکی تعریف آزادی چیه؟ آیا آزادی هستش که در مضمون قانون اساسی که مشروطه خواهان 110 سال پیش اونو خواهانش بودن، یا دموکراسی غربی، یا اینکه ما غرب زدیم یه چیزی رو میان واژه‌هایی رو میان از خارج میاریم و میخوایم اون رو تقلید بکنیم، مثل یه حالت مرجع تقلید داره. یعنی برای همین منظور صحبت اینه که شاید از من خورده بگیرن، ولی روشنفکران دینی هستن در این میون که میتونن اون تلفیق رو ایجاد بکنن. حالا هر چقدر بگی آقا ما گنجی رو قبول نداریم، سروش رو قبول نداریم، یزدی که اصلا هیچی، افرادی که سعی بر این داشتن خیانت کردن از روشنگی روشنفکری به جامعه ما، 40 سال در ظلمت هستیم و غیره اینها. من همیشه یه کوریوز میارم از هادی خورسندی، نمیدونم شنیدید یا نه، میگن که ماهی که در دریا بود، ماهی رو از دریا گرفتن بردنش به رودخونه به استخر بردنش در یک تنگ آب گذاشتن، از تنگ آب گذاشتنش توی نلبکی، گذاشت فنجون توی نلبکی، خودش رو خزون رسون به دریا. وقتی رسید به دریا چی؟ غرق شد. یعنی چی؟ یعنی میگید آزادی، ولی معنای آزادی آنارشی نیست. معنای آزادی اینه که احترام متقابله. معنای آزادی اینه که من چگونه میتونم احترام طرف مقابلم، با وجود اینکه ممکنه نمیدونم اسلامگرا باشه یا ضد دین هم باشه، به عنوان یک فرد مؤمن یهودی بتونم قبولش کنم، در کنارش بتونم بشینم، بتونم از آموزه های یک فرد مسیحی بتونم یاد بگیرم، حالا چه زرتشتی باشه چه بهایی باشه و غیره. این مسئله است. اون فرهنگ گفتمان رو هنوز ما ایجاد نکردیم که به عنوان یک تشکل حزبی، وقتی میگن صحبت از حزب میکنه، یعنی که همه باید مثل همدیگه فکر کنن. نه، برعکس، بزرگان یهود به ما اینو یاد دادن، هر چقدر که ما با همدیگه فرق داشته باشیم، ویژگی و خصوصیات خاصی داشته باشیم، از اون طرف ما میتونیم متمم همدیگه باشیم. هر چقدر که ما همیشه مثل هم فکر کنیم، همسان باشیم، همسو باشیم، به هر حال به جایی نمیانجامیم. مثل یک تک حزبی رستاخیز شده یا حزب شده. یعنی در خاطر ما باید سعی برای این داشته باشیم در کنار همدیگه بتونیم یک فرهنگ گفتمان رو بر مبنای منافع ملی بتونیم بپیش بریم. تا وقتی که ما این کار رو انجام ندادیم، به هر حال صحبت هست. تا وقتی که نوشتار نباشه، خیلی از افراد هستن، چرا من خوشحال شدم از مقاله‌ای که نوشته بودین؟ به خاطر چی؟ به خاطر این که به هر حال میتونید روش بیان جر و بحث بکنید. وقتی که یک، حالا مجلس مؤسسان باشه یا نباشه، وقتی که یک قانون اساسی نوشته شده، آقا بیاین یه چیزی رو روش ما بیایم به توافق برسیم، دربارش بحث و گفتگو بکنیم از دیالکتیک، بعدا میگی قبول داریم قبول نداریم. وقتی که شما سندیکای کارگری میکنی، حق اعتراض میکنی، حق نمیدونم سهم بودن در سهام شرکت ها و کارخونجات رو صحبتش میکنی، این موضوع باید حالتی رو داشته باشه که بتونند در خود ایران که نمیتونن این رو داشته باشن، برای اینکه ما در اصل یه رسالتی رو باید به عهده بگیریم که بتونیم آنچه که آنها میخوان، یعنی نمیتونن ابراز بکنن، رو بعد در خارج از کشور بیایم بیانش بکنیم، درباره‌اش صحبت بکنیم و به چالش بکشیم. ولی وقتی که افراد نه در خود ایران نه خارج از ایران در کنار همدیگه نشسته باشن، یعنی من باید یه سر برای این موضوع یک سرمایه‌دار رو بگیرم، کار چند تا کارگاه بتونم به یه تفاهمی با همدیگه برسن برون مرزی، که بتونن یک دولت، یک شورای انقلابی رو بتونن ایجاد بکنن، برای اینکه از روی این رهنمودها ما یعنی شگفت انگیز چی میگن، یعنی که نیاییم یهو بگن که اوکی همین هست و اینو قبول کنین، رفراندوم بزنین و جمهوری اسلامی آری یا نه.
بلکه از قبل اون فرهنگ رو ما آماده کردیم، فرهنگ گفتمان رو. و از چه طریق؟ از طریق اینه که اقلیت‌های قومی، مذهبی، نمیدونم اقلیت‌های هر یعنی که از سندیکاها گرفته و اینها، که در کنار هم دیگه بشینیم و یک قوای مردمی رو بتونیم از این طریق ایجاد بکنیم که این رو بتونه به پیش ببره. و تا الان ممکنه اپوزیسیون نه فقط که اون انسجامی که داشته باشه نداره و در ضعف هستش، بلکه همه ممکنه این فقر معرفت یا فقر فرهنگی ما باشه که ما فقط از روز اول یا 1400 سال تو سر خودمون زدیم یا سینه زنی زدیم یا اینکه تو سر همدیگه زدیم، برای همینه که پیشرفت نکردیم. اگه بخوام خلاصه بکنم، به هر حال در خاتمه صحبتمون، اول از همه اون چی که در حال حاضر مطرحه، اون ساختار نظام آینده ایران هستش. اون ساختار نظام آینده ایران به چه گونه هستش؟ یا همه قبول دارن جمهوری باید باشه، بر مبنای دموکراسی و مردم سالاری باشه، با وجود ترک هر کدوم از خودشون تعریفای دیگر از این دارن. آیا باید سکولار باشه؟ میگن بله، باید جدایی از دین از سیاست باید باشه. آیا از نظر فلسفی فقط یا از نظر سیاسی؟ آیا این امکان پذیره در ایران یا اینکه نه؟ دوم از این، وقتی که از صحبت کرامت انسانی میشه، آیا آزادی اختیار فرد داره یا نه؟ یعنی میتونه از نظر عقیدتی، از نظر مذهبی، از نظر دینی مرام خودش رو عوض بکنه، بره مرام دیگه و به عنوان دیگر اندیش خوانده نشه و به عنوان یک مرتد خوانده نشه. یعنی سهم اقلیت ها در این مجلس مؤسسات، در این قانون اساسی به چه گونه هست؟ یکایک که سندیگه های کارگری، از نظر کارمندان، از نظر درآمد ملی. ولی وقتی که ما صحبت از اقتصاد سیاسی جهان شمول گلوبالیزیشن می کنیم، چیه؟ یعنی که یعنی قدرتی که در دست هست الان، در حال حاضر قدرتی که در حال حاضر در دست هست، در دست کمپانی های بین المللی هست. و این کمپانی های بین المللی سعی بر این دارن که به یک گونه یکایک که مملکت ها مرزای مملکتی رو از بین ببرن، ملیگرایی رو، هویت ملی رو از بین ببرن، که بتونن از طریق نهادینه کردن اون، یعنی در اذهان عمومی اینه که فرق بین ما نیست، همه ما یکی هستیم، اون چه که مهمه برابری زن و مرد هست، از این کانسپت ها استفاده بشه. ولی آخر کار شما میبینید به غارت منابع ملی اینها به یک نحوی تن میدن. چرا؟ برای اینکه کمپانی بین المللی هستن، منافع بین المللی این رو ایجاب میکنه، بانک نمیدونن بین المللی، و اینی که اینا باید بر طبق یک فرماتی عمل بکنن که بودجه مملکتی رو بتونن طبق اون عمل کرد و راهکارهایی که وام ها رو در اختیارشون میاره عمل بکنه. یعنی فردای ایران آیا میتونه سوسیال دموکرات باشه؟ یعنی دخالت دولت در آنچه که در حال حاضر در بودجه مملکتی، یا اینکه ادامه خصوصی سازی و رقابت خواهد بود؟ آیا این آمادگی رو برای این رقابت الان با اون اقتصاد رقابتی جهان شمولی نمیدونم دنیای پیشرفته آیا دارا هست؟ آیا اون زمینه و اون بستر اجتماعی رو اینها دارا هستن برای پیشبرد این مسئله، یا اینکه هنوز آمادگی اون رو نه از نظر فرهنگی دارن نه از نظر اقتصادی؟ ولی یه چیز تازه هم که وقتی وارد جامعه میکنین، در همون لحظه که نمیان قبولش بکنن، سنت در مقابلش جبهه میگیره و میخواد کنار بزنه اون رو. جدای آنچه که از نظر اقتصاد سیاسی ما صحبتش کردیم، یا سوسیال دموکرات، یا اینکه به هر حال لیبرال و اون رقابت جهان شمولی به کمپانی بین المللی داشته باشن،
که سعی بر این محدود کردن ملت‌ها و ملیت‌ها در یک راستای به هر حال نمیگم تعبد، ولی که در دست گرفتن اون اقتصاد اون مملکت برای پیشبرد اهداف جهان شمولی و نه منافع ملی، در کنارش کارآفرینی رو اگه شما مطرح بکنید که حالا در تمام دنیا همینطور در ایران هم در حال حاضر مردم خواهانش هستن و خواهان کارمندی و غیره نیستن، از طرف دیگه یک باید یک فرماتی باشه از نظر رفاه اجتماعی، بیمه های اجتماعی، برای اینی که به مردم اون بیمه اجتماعی، بیمه درمانی رو یعنی ارزان در اختیارشون بذاره، به صورتی که مثل در سوئد هست، در اسرائیل هست، یک عرب فلسطینی مستضعف کارتون خواب و گورخواب ما در اسرائیل پیدا نمی کنیم، بلکه برابری هستش بین زن و مرد از بدون هیچ تبعیض جنسیتی، نژادی، قومی و دینی. از طرف دیگه 15 تا اینها الان نماینده مجلس در پارلمان اسرائیل دارن، اعراب فلسطینی، و بهترین خونه‌ها و زندگی را دارن. افرادی که در غزه هستن تحت لوای حماس هستن، برای همینه که اون دولت خودگردانی که در جودا و سمریا هست و غزه هستن جدا هستن. برای همین اعراب فلسطینی سعی بر این دارن که تحت لوای قانون و قانونمندی اسرائیلی به عنوان یک کشور دموکراسی باشن، که در قلبش یعنی در اورشلیم باشه که 60,000 نفر بودن در 1967 که اسرائیل اون رو بازگردوند به خودش، اورشلیم رو بعد از 3000 سال، در قلبش اینا تبدیل شدن به 300,000 نفر، یعنی 5 برابر شدن در عرض 50 سال. چرا؟ آمار مرگ و میرشون کم شده، زاد و ولدشون زیاد شده، خونه سازی که بدون هیچ قانونمندی دارن میسازن، بیش از 20-25,000 تا همینجوری ویلا سازی میشه، کسی جلوشون رو نمیتونه بگیره، جلوی چشم حتی نمیتونه بالای چشم یک عرب فلسطینی بگی ابرو. چرا؟ سود میکنه، میگه که آقا تو به من بالا به چشم من گفتی ابرو. یعنی تا این اندازه اون حد و حدود اقلیت ها حفظ شده. ولی اون چی که در حال حاضر مهمه اینه که بجز کارآفرینی و اقتصاد سیاسی و غیره و اینها که صحبتشو کردیم، اینه که به هر حال چگونه مردم رو ما میتونیم بر این بسازیم که میگن که اوکی وی آر دی پیپل، ما مردمی هستیم که قانون اساسی رو می‌نویسیم. ولی ما مسئله که در اصل اون ملی‌گرایی ایرانی به ما یاد داده برای اینه که جدا بدون هیچ تبعیضی هر فردی رو قبول داشته باشیم، حالا چه سنی باشه، چه شیعه باشه، چه کرد باشه، چه عرب باشه، چه لور باشه، چه بختیاری باشه، چه فارس زبان باشه یا فارس زبان نباشه. و این به هر حال ملی‌گرایی سکولاریته و مدرنیته دوران پهلویزم که نامش رو اگه بشه برد بر این بوده که به هر حال احترام خاص متقابله حفظ بشه و ایدئولوژیش هم ایدئولوژی بوده. هر با وجودی که ما 50 سال ممکنه دور از وطن باشیم، با وجود این طرز فکرها نهادینه شده است، ما همه رو یکسان قبول داریم. ولی وقتی که به آلمان میایم، به کشورهایی میایم که در اون نژاد پرستی هست، اصلا ما میگیم آقا ما نفهمیدیم اینجا اروپاست یا اینجا، چگونه ممکنه در اروپا یا در آمریکا به این صورت نژاد پرستی حاضر نژاد پرستی هم نباشه، شما در حال در کارهای کلیدی و مناسب کلیدی افرادی را پیدا میکنید که به هر حال واسپیم هستن، یعنی که یعنی در مقایسه با دیگرها وایت نمیدونم انگلو ساکسون و پروتستانت هستن. و برای یک فرد ایرانی که دنبال دموکراسی هستش، که اونو اومدن سعی بر این داشتن که اونو تضعیف کنن باز خان عمومی چه خوبه و غیره و اینها، وقتی که ما نگاه میکنیم اون آزادی که صحبتش بود،
اون دموکراسی، اون برابری، تساوی حقوق زن و مرد، تساوی جنسیتی و برابری و غیره و اینها در محلهای کار و غیره و اینها یافت نمی کنی. یعنی که ما به یک جایی نرسیم، دموکراسی که اینها اذعان میکنن، سعی برای دارن به پیش برن از دلیل لایسیته و سکولاریته، کرامت انسانی و غیره و اینها، به جای بیانجامه که آقا ما اینم نخواستیم. شما صحبت از آزادی میکردیم، ما الان به جای اشتراک چی داریم؟ من یه سوال بپرسم. بفکر آنچه که از آنچه که گفته شد من درک میکنم اینه که به هر حال اون نوآوری و در بطن جامعه الان هست، فقط به خاطر اینکه قوا و سرمایه ملی رو 70% شد در اختیار سپاه هستش که اهل بیت و معافیت مالیاتی و غیره و اینها، اینا نمیتونن به خودشون اجازه بدن همچین نوآوری رو داشته باشن، برای اینکه گروه های دیگه میان اونها رو میان اداپت میکنن، میگیرن به اسم خودشون، میتونن ثبت کنن و اون نوآوری که این افراد دارن نمیتونن به مرحله اجرا داره. ولی وقتی که اون اقتصاد سیاسی آزاد و لیبرال باشه، به هر حال یکایی که اینها مثل نهالی جوونه خواهند زد و تناور خواهند شد در رقابت با کشور. تا وقتی که ما اقتصاد جهان شمولی رو قبول نکردیم، ما به اقتصاد مقاومتی که میبینیم به شکست روبرو شده داریم ادامه درست بخوام خلاصه بکنم، ما سه تا قوه مقننه و قوه قضاییه و قوه اجراییه داریم و یکایی که اینها باید سعی بر این داشته باشن که چکن بالانس باشه و اون نظارت و تعادل رو در بین یکایی که این نهادها داشته باشه که او پرزیدنسی قدرت کامل تمرکز ثروت و قدرت در دست یک نهاد نباشه که اون ولایت فقیه باشه یا پرزیدنسی باشه یا شاه و سلطنت باشه، بلکه چی و توزیع، اول از همه توزیع درآمد عادلانه، از یک طرف توزیع ثروت و سرمایه ملی عادلانه وقتی که به قانونمند شده باشه از نظر درآمد سرانه هر فردی، وقتی که اون به درآمد سرانه که باید برسه نمیرسه، بیمه های اجتماعی از نظر سوسیال دموکرات که اون کمک رو به اون خواهد از نظر بیمه های درمانی بیمه اجتماعی که این در حد معمول یک کشور پیشرفته رو داشته باشه که کارتون خواب نشه و زن نره سیغه چند نفر بشه که از این طریق مقام به عنوان یک تک سرپر است بتونه بچهای خودش رو به بار بیاره و اون توانمندی خانواده به قدری باید قوی باشه در این کشور که مقام زن مقام والایی رو داشته باشه از نظر تساوی حقوق، از نظر حقوق خودش، حقوق شخص بل شخصه خودش، و از طرف دیگه مرد از نظر مرد سالاری همونطور که حق طلاق داره و حد ازدواج داره، از طرف دیگه زن هم به عنوان روز زن اینو مطرح میکنیم اون قابلیت و توانایی رو داشته باشه، چه برای طلاق، چه برای ازدواج، چه از نظر معیشتی، چه از نظر رفاه اجتماعی و به عنوان تک سرپرستی که بتونه بچه ها رو در حضور خودش یعنی داشته باشه و اونها رو به هر چه از نظر نفقه و غیره و اینها از طریق یک قبل از یک مجلس مؤسسان که به عنوان کارشناسان و افرادی که بگیم نخبگان و شایسته سالاری نظر ما بر این هست، قبلا باید از طریق افرادی که آشنایی دارن به دموکراسی، آشنایی دارن به اومانیسم و کثرت‌گرایی و پلورالیسم و اون کرامت انسانی در خارج از کشور که هستن، اون رو به نفع احسنت خودش بیان بکنن و به رفراندوم بذارن برای افرادی که در داخل ایران هستن و رأی که میان بدن رأی باشه که ما میدونیم دیگه چه میخواهیم به عنوان جوانان ایران و کسی که تصمیم میگیره ما برون مرزی نیستیم، بلکه خود جوانان ایران هستند که در ایران تصمیم خواهند گرفت بر این پلتفرمی که ایجاد میشه چگونه اون رو
تغییر و تحولش بدن و همسانش بکنن با آنچه که از نظر فرهنگی میتونه در ایران تحقق بیابه. اگر شما در نظر بگیرید اگر آزادی که در دوران خاندان پهلوی صحبتش بر این هست که اون آزادی لازم و ملزوم بود، اون به سر اجتماعی اونطور عوام زده نبوده. اگه اون حل المسائل خمینی رو و حکومت اسلامی و ولایت فقیه رو ترجمه کرده بودند و در اختیار مردم میذاشتن که بخونند، مردم میتونستن درک بکنن با چه نهاد دینی امر بالمعروف نهی من المنکر اینها روبرو خواهند بود. یعنی اینها وقتی که نمیدونستن به طرف چی دارن میرن و اون پیوندی که بین سیاه و سرخ بود، یعنی مارکسیست اسلامی بود، درکشون از این بود که امام زمان یک چیزی که چهره امام رو در ماه دیدن، یعنی اون موفق شدن از طریق پوپولیزم و عوام زدگی و عوام فریبی و خودعه، هر آنچه که در نوفل شوتا گفته شد در فرانسه رو حتی بیان تکذیب بکنن. بله با خودعه بود ولی دروغ بود. ما که اومدیم میخواییم یک کشور اسلامی داشته باشیم، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی، حالا که نه جمهوریش معلومه نه اسلامیش معلومه. ولی روی هم رفته وقتی که جوانان با آشنایی که از اون بستر اجتماعی دارند بیشتر از هر فرد دیگه و اینها مهنت کشیده هستن و اینها رنجور هستن و اینها معترض هستن و این افرادی هستن که برای معیشتشون باید عمل بکنن، ما در اندیشکده پارتاود اسمشون رو نذاشتیم انقلاب پابرهنگان، ما اسمش رو رستاخیز هوشمندان گذاشتیم. یعنی از این نظر که افراد هوشیار شدن و پی بردن چه کلاه گشادی سرشون رفته. با تمام ادای احترام اون کلا رو میدن، اون عمامه رو پایین میارن و هر فردی باید راه خودش رو راهکار خودش رو داشته باشه، چه از نظر مذهبی، اسلامی و اقتصادی، و سعی بر این داشته باشن به هر حال مطمئن هم باشن و از دنیای جهان شمولی هم فیضی ببرن و اون آزادی اختیار از نظر اقتصادی هم داشته باشن که بتونن با گذرنامه خودشون هر جای دنیا بتونن برن و اون نوآوری که در ایران هست رو با پایین آوردن اون قدرت حاکمه، تمرکز قدرت و ثروت و درآمد ملی در یک نهاد بتونن به توضیح بکنن و اون خلاقیت رو به تمام جهانیان بتونن رسون. با امید اون روز.